سلام دوستان عزیز به پیج اسکایتو خوش اومدید در ویدیوی امروز میخوایم ببینیم حیوانات خانگی یعنی سگا و گربا مثل این رفیقم کودی چطور با هواپیما سفر میکنن این دوستان پشمالوی ما چطور وارد هواپیما میشن و اینکه چطور از یخ زدگی و خفگی در اثر کمبود اکسیژن انبار در امانن و اینکه ارتباط این موضوع با یخچال منزلتون چیه خب بیاین که توضیح بدیم خب اول یه نگاهی بندازیم به جایی که چمدونه شما در یه هواپیمای مسافر برای نگهداری میشه اگه از سمت جلو به یه هواپیمای مسافر برای نگاه کنیم و یه خط فرضی افقی به عنوان کف کابین در وسط بدن رسم کنیم بدن یه هواپیما به دو قسمت تقسیم میشه که نیمه بالایی کابین و نیمه پایینی محل نگهداری باره حالا اگه از بغل به هواپیما نگاه کنیم محل نگهداری بار به دو قسمت انبار جلو و انبار عقب تقسیم میشه ممکنه بپرسید چرا انبار هواپیما از نوک تا انتهای هواپیما نیست خب بسیاری از هواپیماهای مسافر برای محفظه مرکزی دارن که فضای زیادی رو اشغال میکنه و یه جعبه بال که قاعده بالا به بدن متصل میکنه همچنین فضایی برای جا دادن چرخهای فرودم لازمه باید یه جایی برای اونا باشه <applause> پس بارتون یا وارد انبار جلو و یا انبار عقب میشه اما سوال اینه که پس حیوان خونگی شما قرار کجای هواپیما این سفر هوایی را تجربه کنه سه راه برای حمل و نقل حیوانات خانگی وجود داره اولین مورد که از همه کمتر متداوله حمل حیوانات خانگی در کابین مسافره یعنی شما میتونید پتتون رو با خودتون به کابین بیارید البته با چند تا شرط در مورد خود حیوانات بستگی داره به اندازه پت سنش و اینکه نوع پت چی باشه علاوه بر اینا کلی قانون و مقررات برای هر اعلان وجود داره طول پرواز مقصد محل نشستن کیف ها و قفسه های مخصوص غذای پت که به داخل هواپیما آورده میشه و غیره این لیست انتها نداره و در ایلاین های مختلف متفاوته اینم یادتون باشه که هر ایلاینی اجازه اینو داره که اجازه ورود حیوان خونگیتون رو به داخل کابین نده حالا فرض کنیم همه قوانین رو رعایت کردید حیوان خونگی شما کلی پرواز داخل کیف مخصوصش در زیر صندلی جلویی بمونه اصلا به بیرون آوردنش فکر نکنید چون فکر نکنم دلتون بخواد با مسافرای اطرافتون بحث کنید بدتر از اون تصور کنید حیوان خوندگیتون بخواد کل پرواز سر کنه باید آماده نگاه های پر از عصبانیت مسافرا باشید به خصوص اگه پتتون توی کابین خراب کاری کنه باور کنید این دیگه خیلی بده یه داستانی هم وجود داره در مورد افرادی که میگن من برای حمایت عاطفی باید پتمو همراه هم بیارم این ماجرای حیوانات هامی عاطفی باعث شد قوانینی در مورد اندازه و نوع حیوان و دلیل قانع کننده برای آوردن حیوان وضع بشه تا اینکه یه مسافر حد و مرزا رو رد کرد و تا رو با خودش به کابین آورد همیشه یه نفر وجود داره که شرایط تو برای بقیه سخت کنه مگه نه فرض کنید تاووس به اون بزرگی تو هواپیما همین هم شد که ماجرای بردن حیوانات حامی عاطفی منتفی شد راه دوم که از همه متداول تره اینه که حیوان خونگیتون رو به بخش بار بدید در برخی ایلاین ها سایز قفس و سایز حیوان خونگیتون مشخص میکنه که میتونید حیوان خونگیتون رو با خودتون به تعطیلات ببرید یا نه فرض کنیم از نظر قوانین مشکلی ندارین و میتونید حیوانتون رو بیارید قفس که به بخش بار دادید خدمه زمینی ایرلاین اون رو به سمت هواپیما میبره اما این اینجا بازم یه سری قوانین مهم دیگه وجود داره که باز تعیین میکنه حیوان شما میتونه وارد هواپیما بشه یا نه اگه یه روز فوق گرم توی آریزونا باشه مثلا بالای چهل درجه ایلان اجازه یه حمل نجات های مخصوص آب و هوای سرد نمیده چون در قبال اذیت شدن حیوانات و گرما زدگی حیوان مسئولیت داره در مورد آب و هوای خیلی سرد هم همینطوریه یعنی برعکس ممکنه که اونا تو آب و هوای سرد اذیت بشن و خب اجازه آوردنشون رو بهتون نمیدن خب حالا فرض کنیم مشکلی از نظر آب و هوایی وجود نداره حیوان شما بالاخره میتونه سوار هواپیما بشه خدمه که زمینی اون روی ریل میذارن که به انبار جلویی وارد میشه و سپس از سایر بارها جدا میشه حالا سوال پیش میاد که چرا حیوانات از بارها جدا میشن و چرا در انبار جلو قرار میگیرن و نه در انبار عقب اول اینکه در بسیاری از هواپیماهای برای انبار جلویی با فشار و دمای تنظیم شده وجود داره دما میتونه به طور مستقیم از داخل اتاق که خلبان تنظیم بشه و خلبان توسط اعلانهای مخصوصی میتونه ببینه که آیا داخل انبار جلو حیوان وجود داره یا نه و بر این اساس دمای مخصوص رو تعیین کنه برای مثال در ایرباس A320 جریان هوای داغ از موتور به تهویه کننده میره. در اونجا خنک میشه و سپس به کابین میرسه تا دما و فشار کابین رو تنظیم کنه و در نهایت به انبار جلویی میرسه یه ای که داره اینه که در صورت کاهش ناگهانی فشار ماسکای اکسیژن از پنل بالای سرتون در اختیار مسافران قرار میگیره اما متاسفانه حیوان خونگی شما از همچین چیزی برخوردار نیست در این شرایط خلبان فورا ارتفاع او به ارتفاع امن ده هزار پای کاهش میده تا ایوان شما بتونه به سرعت در معرض هوای قابل تنفس قرار بگیره اینجوری دیگه بهش اکسیژن میرسه و نگرانی واسه حیواناتون نمیمونه در بسیاری از ایلان ها فشار انبار عقب نیز تنظیم شده در غیر این صورت تمام لوازمتون که بسته هستن مثل لوازم آرایش و شامپو و غیره به خاطر تفاوت فشار میترکیدن اما اغلب دمای اونا تنظیم نمیشه برای همینه که چمدونتون موقع تحویل بار سرده به خاطر اینه که تو انبار عقب نگهداری شده خب حالا چرا حیوانات باید از چمدونا جدا بشن و چرا نمیشه اونا رو بین چمدونا جا داد؟ اول از هر چیز به خاطر سلامت و ایمنی حیوان کیف ها و چمدون ها اغلب توسط یک سری تناب در جای خودشون محکم میشن و ممکنه به خاطر تلاتوم حین تکاف و فرود کمی جابجا جا بشن پرواز به اندازه کافی برای حیوانات استرس آور هست و اینکه چمدون باشون برخورد کنه شرایط رو بدترم میکنه و دوم اینکه اگه یکیشون خراب کاری کنه مسلما نمیخواین چمدونتون کثیف بشه یه چیز جالب بگم توی شرکت قبلی که کار میکردم چند تا پرواز داشتم که تابوت انباتو در انبار جلوی حمل میکردن و حیوانات زنده اجازه قرارگیری در کنار تابوتو نداشتن اگه علتشو میدونید برگی ما اینجا کامنت کنید و جوابو برامون بنویسید ممنون میشیم علتو برامون بنویسید میرسیم به سومین و گرونترین گزینه حیوان خونگی شما با یه هواپیمای باربری یا کمبی هم بشه برای مثال اگه حیوان شما یک ببر یا یک اسبه ابعاد انبار جلو در ایراس ای 320 ای برای اونا خیلی کوچیکه و باید حیوانتون رو با یه هواپیمای باربری بفرستید که مخصوص اینجور حمل و نقل هست. من تا به حال صدها اسب و انتقال دادم و همیشه به وجد میام از اینکه چطور این حیوانات زیبا میتونن شرایط حمل و نقل و تحمل کنن همراه اونها معمولا یه سری افرادن که در طول پروازهای طولانی از اونا مراقبت میکنن آخرین گزینه هواپیمای کمبیه که مخفف کلمه کمبی‌نیشن و برای اولین بار توسط شرکت VW معرفی شد که اتوبوس چند منظورش رو وارد بازار کرد. در که میتونستید مسافران رو در جلو و بار رو در عقب با هم ادغام کنید در هواپیماهای کمبی مثل بوئینگ 747 شرکت KLM هم همینطوره همونطور که میبینید در قسمت پشت یه انبار بزرگ وجود داره و در قسمت جلو کابین مسافران مشابه سایر هواپیمای 747 قرار داره پس شما میتونید برای اسبتون در قسمت بار بلیط بگیرید و خودتونم در طبقه بالا مشغول نوشیدن شامپاینتون باشید <applause> فکرشو بکنید در جب سفری میشه البته که این ایلاینا خیلی نادرن و متاسفانه اخیرا کگل ام هواپیماهای کمبی 747 شو بازنشست کرده خبر بدی برای سنت هواپیماییه میتونیم بگیم هواپیماهای توربو پراب تقریبا کمبی مثل ATR 72 و کیو 400 این هواپیماها فضای لازم برای جا دادن انبار در زیر کابین مسافران را ندارند و به جاش با رو درگه بخش مجزا از کابین یا در پشت مسافران و یا در بین مسافران و اتاقک خلبان نگهداری کنند. سوال آخر اینه که ربط همه اینا به یخچال داخل منزل چیه؟ جوابشو میتونید در دیواره هواپیما پیدا کنید. دیوارهای کابین و انبار درست مثل یخچال با مواد آیق مخصوصی پر شدند. در مورد یخچال ما میخوایم داخل یخچال سرد بمونه تا غذا تازه بمونه و در مورد هواپیما ما میخوایم هوای سرد بیرون بمونه نکته ی آخر که عقیده شخصیم هست رو بگم لطفا حیوان خونگیتون رو برای تعطیلات با خودتون به سفر هوایی نیارید این یه تجربه فوقلاد استرزا برای حیوان دوست داشتنیتونه سر صدا گرما سرما تاریکی و جابجایی اینا همه شرایط ناخوشایندی برای این دوستان عزیزمونه میدونم شاید به صرف نباشه همه رو درگ پانسیون بذارین میتونه راه حل بهتری براشون باشه. اینم از ویدیوی امروز اگه تجربه ی از حمله حیوان خونه گیتون با هواپیما دارید برامون کامنت بذارید. نظرت چی بود کادی از این ویدیو خوشت اومد؟ امیدوارم که از ویدیوی امروز لذت برده باشین یادتون نره که پیج اسکایتو رو فالو داشته باشین و اون رو برای دوستانتونم بفرستید حتما ما رو در یوتیوب دنبال کنید زنگوله رو به صدا درگارید. در در اینستاگرام ما رو فالو کنید و حتما از سایت ما دیدن کنید یادتون نره که یه خلبان خوب و سگش همیشه در حال یادگیری هستن بهترین رو براتون میخوام خدا نگهدار